این گوی که به این صورت در بیابان غلط می‌خورد، به دنبال یک انفجار می‌گردد. این یک گوی بادی ضد مینه و روی هر مینی که بره یک انفجار صورت می‌گیره. این ایده اولین بار از طریق اسباب بازی بچه‌ام به ذهنم زد. بعد در ادامه ما یک سری وسایل و خرت و پرت رو به هم وصل کردیم و از این طریق یک اسباب بازی خود ساخته و با ایده خودمون ایجاد کردیم. مسعود حسنی که در افغانستان بزرگ شده، به خوبی خاطرات دوران کودکی و بازی‌هایی که در اطراف خانه اش را می‌کرد و تابلوهای خطر نزدیک نشوید را به یاد دارد. ما ساکن خصابا در شمال کابل بودیم. در اونجا مین‌های زیادی بود و بچه‌های زیادی هم به وسیله این مین‌ها آسیب می‌دیدند و گاهی حتی منجر به مرگ اونها می‌شد. این خاطرات تلخ به مسعود یک ایده داد. به ذهنم زد که چه بسا بتونم یه چیزی شبیه این اسباب بازی ها، البته در اندازه بزرگتر، درست کنم و واسه همین بود که دست به کار شدم. او شروع به ترکیب ایده های مختلف کرد. من شروع به آزمایش با همه اشکالی که به ذهنم میزد کردم و بعد به تحقیق حول نیروی محرکه باد و زمین روی آوردم و در نهایت به تست انواع مصالح پرداختم. من با چوب بامبو شروع کردم، چون هم محکمه و هم سبک. مسعود تک تک دستک‌های انفجار را با دست به هم وصل کرد و 170 چوب بامبو را در ابعاد 80 سانتی برش داد، یعنی طول تقریبی پای یک انسان. کفشک های سر دستک ها هم در حفاظت از خود چوب و هم در حرکت روان آن خیلی کمک می کنند. این چوبا باد رو از همه سطوح جمع و متمرکز می کنند، ولی در این حال خیلی هم سنگینند، چرا که هسته اون خیلی سنگینه. خود هسته هم از دو لایه آهن مقاوم تشکیل شده است. خود کفشک ها هم از پلاستیک مرغوب و ارتجایی ساخته شده که تک به تک اینها به دقت چک می شوند. حالا این گوی قطری معادل 2 متر و 90 کیلو وزن دارد که با نیروی طبیعت حرکت می کند. ساختن آن یک چیز است، ولی موضوع دیگر این است که مسئول چک کند که آیا این مین‌روب به درستی کار می کند یا نه. همانطور که می‌بینید در این صحنه بعد از انفجار چوب‌های بامبو تیکه تیکه می‌شوند، ولی هسته آن سالم می‌ماند و این باعث می‌شود که این ساختار حتی تا بعد از 4 انفجار هم سالم بماند و به کار خود ادامه بدهد. در آزمایشمون اولین انفجاری که با این مین رو دیدیم از طریق یک مین دستساز بود که به همین دلیل اون رو به سختی مشاهده کردیم، ولی با این حال ما به هدف اصلی آزمایشمون رسیدیم. بعد از آزمایش موفقیت آمیز این مین‌روب، مسعود به دنبال ساخت یکی دیگر از این مین‌روب‌ها برای خانه خود در افغانستان رفت. ما قرار گذاشتیم که مین‌روب بعدی رو در افغانستان بسازیم و در میادین مین واقعی اون رو چک کنیم. و از این نقطه به بعد ما قادر خواهیم بود که تصمیم بگیریم که چطور اون رو توسعه بدیم. One of the biggest challenges is controlling the sphere. مهمترین چالش کنترل این گوی است. از این رو مسعود در حال کار روی یک طرح جدید است، طرحی که بشود آن را از راه دور کنترل کرد و یا اینکه جی پی اس را هم کند که بتواند نقاط را دقیق ثبت کند. در حال حاضر شیوه رایج خونسا کردن مین با دست و با استفاده از مینیاب الکترونیکی است. این شیوه خیلی خطرناک و بسیار کنده و البته خیلی هم گرون تموم میشه. اختراع مسعود تنها 35 دلار برای هر مین رو هزینه برمی‌دارد که طبعاً خیلی ارزان است. ما دنبال این هستیم که این ساختار رو جهانی کنیم تا به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار بگیره. اخیراً یکی از مهمترین نمایشگاه‌های خودروی جهان در پاریس برگزار شد. امسال بخشی از این نمایشگاه به خودروهای مهاراجای هند اختصاص داشت. راجا سید مظفرعلی، یکی از کارگردانان مشهور سینمای بالیوود که فرزند یک مهاراجا است، صاحب یکی از این خودروهاست.
از وقتی که کوچک بودم با این خودرو بازی می‌کردم و تمام جزئیات اونو می‌شناسم. من با این خودرو کارهای احمقانه زیادی انجام دادم، مثل فروش اون. وقتی شما چیزی رو می‌فروشید، دیگه بیشتر از زمانی که اونو در اختیار دارید به اون فکر می‌کنید و ارزشش رو می‌فهمید. این خودرو از چوب خیلی محکمی ساخته شده. روی اون از طلا پوشیده شده. دستگیره درها هم به شکل ماهیه. و برای تمیز کردن لاستیکاش هم از بروس کوچکی استفاده می‌شده که این کار احتمال ترکیدن لاستیکا رو کاهش می‌داده. گردن و منقارش هم کار اگزوز رو انجام می‌داده. حالا از کلکته به اروپا و خیابان‌های آن در زمان جنگ جهانی اول می‌رویم. به مناسبت 100مین سال جنگ جهانی اول، قسمتی از این نمایشگاه به خودروهای آن زمان اختصاص داده شده است. در واقع جنگ جهانی اول، اولین جنگی بود که در آن وسایل نقلیه نقش مهمی ایفا کردند. در این نمایشگاه، بیش از 500 خودرو و موتورسیکلت در معرض نمایش بودند. در بازار خودروهای کلاسیک تمایل به افزایش قیمت‌ها وجود دارد. در اینجا حتی خودروهای به ارزش 5 تا 10 میلیون هم وجود دارد. این بازار خوب کار می‌کنه چون خیلی از مردم بهش علاقه‌مندند. آخه شما به هر روستایی در جهان برید میتونید یک کلکسیونر خودروهای کلاسیک رو پیدا کنید. You go to any village in the world and you'll always find a car collector. Vous trouverez toujours un collectionneur de voitures. این آینده حمل و نقل عمومی است. این سوپرباس یک برداشت جدید از حمل و نقل، ترکیبی از قطارهای سری و سر و قابلیت‌های خودروهای سواری. این طرز تفکر روبو آکولز بود که به این محصول منجر شد. اولین ماشینی که من طراحی کردم بیشتر شبیه یه هواپیمای بدون بال بود و واقعا متفاوت بود. البته ساخت آن را آنتونیو ترزی بر عهده داشت. وقتی وارد این کار شدم فقط یک سری ورق و نقشه وجود داشت. فقط کلیت ابعاد آن را داشتم، یعنی حداکثر طول و عرض و بعد حداکثر ارتفاع که باید پایین‌تر می‌آمد. محدوده سرعت آن یعنی حدود 200 کیلومتر بر ساعت و دیگر هیچ. این خودرو شاید عجیب و متفاوت باشد، ولی آنتونیو ترزی کماکان این را یک ماشین می‌نامد. البته شما هم نمی‌توانید به او خورده بگیرید، چرا که همه چیز آن دستی ساخته شده. کل شاسی از ماده فیبر کربن تیپوکسی ساخته شده است. ماده براق کننده پالی کربونیت است. لاستیک ها بسیار ویژه هستند که خاص این سوپر باز ساخته شدند. چنین تایرهایی در دنیا پیدا نمی‌شوند که بتوانند وزن سرعت این خودرو را تحمل کند. وزن آنها تنها 16 کیلوگرم است. ما از ترمزهای کربن سرامیک استفاده می‌کنیم که بسیار قوی هستند و دقیقاً مشابه ترمزهایی است که در مسابقات فرمول 1 استفاده می‌شوند. So here is the cockpit. The driver is sitting in the middle. اینجا محل راننده است. راننده در وسط می‌نشیند. این در رانندگی کمک می‌کند. روبروی راننده 8 نمایشگر است که همه زوایا را نشان می‌دهد و همچنین سیستم‌های کنترلی چه در رابطه با مسافرین و چه وضعیت خود خودرو از وضعیت باتری یا غیره. این هم قابل ذکر است که این سوپرباز تماماً برقی است. بیش از 500 کیلو باتری، برق 600 ولتی موتور و برق 24 ولت کامپیوتر و بقیه سیستم‌ها را تأمین می‌کنند. ویژگی دیگر آن در این است که نیاز به زمان زیاد برای شارژ مجدد ندارد. سوپرباس به این صورت کار میکنه که وقتی به یک محل شارژ میرسه و برق رو به اون وصل میکنید، در مدت خیلی کوتاهی مجددا آماده حرکت میشه.
تعدادی دوربین به صورت ماهرانه‌ای در همه جای خودرو تهویه شدند. چیز دیگری که شکل آن را مدرن می‌کند، درهای بالنمای آن است. این درها توسط 6 حسگر کنترل می شود که 3 تای آنها داخل و 3 تای آنها در بیرون درب است و اینها می توانند تشخیص دهند که شما الان در چه موقعیتی نسبت به درب هستید، یعنی اینکه داخل یا بیرون هستید. داخل آن هم خیلی مجلل و باز است و حتی جای مخصوص برای سوار کردن و تثبیت صندلی چرخدار بیماران را هم دارا می باشد. افراد از این خوششان می آید چرا که هر کس فضای فردی خودش را دارد، یعنی درب خودش، صندلی خودش، میز و الزامات خودش، و این واقعا محل شخص شما می شود. اگر هر موضوعی پیش آمد و شما بخواهید با راننده تماس بگیرید، حافظ که این شاسی اضطراری را فشار دهید و از طریق این دو دوربین شما در صفحه نمایش راننده ظاهر می شود و راننده می فهمد کی صدا کرده. و البته اینجا یک میکروفون هم هست که از این طریق می توانید ارتباط مستقیم با راننده برقرار کنید. پنجره‌های بزرگ آن هم نمای بسیار زیبایی از بیرون به شما ارائه می دهند. البته شیشه های آنها آفتابگیر هم دارند. کلیت ایده حمل و نقل عمومی از این در میومد که مردم ارتباطاتی مثل الان نداشتن و باید به ساعت نگاه میکردن که کی کجا باشن تا به وسیله نقلیه مورد نظر برسن. ولی الان با این امکانات گسترده دیگه نیاز نیست شما منتظر بشید، بلکه تماس میگیرین و اون اتوبوس به شما میگه که کی میرسه. سوپرباس میتواند برای اجتماعهای کوچکتر هم مثل تاکسی عمل کند. با رشد جمعیت جهان ما باید انواع شیوه‌های حمل و نقل رو اختراع کنیم، به خصوص برای جاهای دورافتاده تر مثل روستاها. کمی باور این موضوع سخت است که خودرویی در سایز این سوپرباس در خیابان‌های روستاهای اروپایی بتواند مانور کند. این خودرو می تواند در دایره‌ای به قطر 22 متری دور بزند. خیلی واضح است که تیم سازنده سوپرباس می خواهند شکل فعلی حمل و نقل را عوض کنند.